دوستای باصفا و با مرام خودم. میگم رفقا دوستان، اوزی سرمیر غضب خودش اژه گوشخارو فرستاده تا یه حرفایی بزنه که برای موش کافی به شنیدنش نیارزه. آره دوستان عنایت بفرمایین. امروز باید تیغ عدالت هم در کنار مسئله تبیین با هم جلو بره. کار فرهنگی باید بشه، اما کار قضایی انتظامی در کنار او حتما باید بشه، بلکه در یک جایی اصلا راهی جز این نیست. اجازه ندیم که معاندین، عواملی که وابسته با دشمن هستن، اونها ارزش‌های ما رو زیر پا بگذارن، به ارزش‌های ما توهین بکنن، در مقابل امنیت مردم بایستن، امنیت اونها رو به خطر بندازن، چه امنیت روانی باشد چه امنیت جانی باشد، در مقابل اونها باید ایستاد. اونجا فقط حرف زدن کافی نیست. وابیلا حرفای این میرغضب نظام بعد از اینه که 10 روز پیش اوزی یه گله از جکوچونه برای پاچه خارش به اسم مداح رو جمع کرده بود و همچین حرفایی زده بود. امام راه تبیین رو پیش گرفت، به اینجا رسون. این راه امروز هم ادامه داره. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مده هاست. امروز شما هستید تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. بابا وای 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 اوزی بدبخت، تو اهل تحمل مانورای مسخره خودت هم نیستی، چرا این قیافه ها رو میگیری که دو ضرب بخوری؟ این جهاد تبیین مسخره چی بود که حالا مجبور شدی میرغضب گوشخار رو بفرستی بگه جهاد تبیین بدون تیغ سرکوب فایده ای نداره که نداره؟ بله، چه تیغ سرکوب رو بخوای پشت تبیین مسخره پنهان کنی، چه مثل امروز علنی کنی، فرقی نمی کنه. وضع نظام خرابتر از این حرف هاست، ملاحظه کنین. با یه ظواهری حالا خصلت های فکر کنی شما معاویه مثلا، این آدم با هر طریقی شده رهبر، بعد از 10 سال 20 سال مثل دارم عرض میکنم، مردم بی میبرن، میخوان تغییر بدن، میخوان ازم خدمت شما اینو به صورت جمهوری دیگه دموکراتیک ایشونو تغییر بدن. چه قدرتی دارن که اون موقع رهبر بوده، 20 سال الان گذشته دیگه، خودش فقهای شورای نگهبانو گذاشته بهشون گفته آقا هر کی مخالف فکری من بود نذاری رد شه بره خبرگانا، همشو رد کن. چرا؟ دست هم که ماشاءالله بازه، یه گیر بده بهش بگو آقا من تو رو، من حالا اومدم خبرگان ندار چیزشو بگو، مثلا شما داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی نیستی، اونو ردش کن، نذار بیاد تو خبرگان شما... که بتونه، یه لحظه من بگم، نذارید اون بتونه. اینا اینجایی که یه مشکلی ما میخوریم. به 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 وقتی کار به جایی رسیده که تو خود تلویزیون رژیم اینطوری سیدعلی باقور رو سکه یه پول میکنن، ببینید جوانای شیر و باصفا تو کف خیابونا چطوری از خجالت اوزی در میان. آره آهای اوزی خوردی نوش جون. دوستان عزت زیاد. Oh.